سلام دوستان، دقت بفرمایید. خواهش میکنم به این قسمت خواهش میکنم که بیشتر دقت بفرمایید. همونطور که عرض کردم خدمتتون، فعلهایی که فعلهای حالا حرکتی نامیده میشن و برای ساختن پس کمپوزه اونها از فعل اتخ استفاده میشه، در اونها دوستان تغییری هم که ایجاد میشه این هست که در واقع در پی پی بسته به فاعل ما حالا جنسیت و تعداد هم مطرح هست. خب بشه معنی ببینید دوستان، جمله اول از سمت چپ رو دقیق بفرمایید که یک شخص مذکر می، یعنی ام همون مسکوله و اف منظورمون فمینه هست، این مؤنث. اگر یک پسر بگه je suis parti، همونطور که مشاهده فرمایید دوستان، یعنی من رفتم، من حرکت کردم، به این صورت همونطور که مشاهده فرمایید نوشته میشه. اما اگر یک خانم بگه، اگر یک مثلا دختر بگه که من رفتم، خب باز je suis parti یعنی به لحاظ تلفظ یکسان هست، اما یک حرف ا یا همون ای انگلیسی به پایان پختی اضافه میشه که نشان دهنده مؤنث بودن شخص هست. این خیلی مهمه دوستان. به دنبالش، اگر یک جمع، اگر دقیقا بفرمایید، گفتیم که مثلا نوسون پختی، خب نو چون جمع هست و اینجا جمع مذکر مسکول هست دوستان، مثلا چند تا آقا میخوان بگن که ما رفتیم، نوسون پختی، و چون دوستان نو در واقع جمع هست، باید یک اس به پایان پختی اضافه بشه. اما اگر چند تا خانم بخوان بگن که ما رفتیم، نوسون پختی، باز ببینید دوستان به همون صورت که مشاهده فرمایید، پختی هم او داره که مؤنث بودن رو نشون میده و هم اس داره که جمع بودن رو نشون میده. این خیلی مهمه دوستان. پس در واقع در استفاده از فعل اتخ برای پس کمپوزه باید دقت کنید که پی پی جنسیت و تعداد رو داره در واقع. یا مثال هایی روبرو دوستان، مثال اول توه اله، ما میخوام یه نفر بگیم تو رفتی، توه اله، تو رفتی. خب یک شخصی که مذکره، همونطور که مشاهده فرمایید دوستان، اله با یه دونه ا که اکسنت بالاش هست داشته میشه. اما اگر فمینه باشه، اگر شخص مقابل ما مؤنث باشه، باز همون توی اله هست، اما اله باید یک ا اضافه بشه بهش که مؤنث بودن رو نشون میده. در مثال سوم، ما میخوایم مثلا به چند نفر بگیم شما رفتید. خب اگر این چند نفر آقا باشن، به صورت جمله سوم وزت اله ها، وزت اله، که خب اس رو هم باید بهش بدیم، اس جمع. اما اگر اون چند نفر خانم باشن و بخوایم به چند نفر خانم بگیم شما رفتید، میگیم وزت، دوباره وزت اله، اما دوستان باید در اینجا دقت بفرمایید که اتفاقی که میفته این هست که چون در مؤنث است، یک ا خودتون که مشاهده فرمایید اضافه میشه که مؤنث بودن رو نشون میده و اس هم که نشون دهنده جمع هست. پس دوستان، ما زمانی که از فعل استفاده میکنیم، پی پی جنسیت رو داره، یعنی برای اسم، برای در واقع فاعل مؤنث. ما یک دوستای عزیزم، علی کیانپور هستم، مسلط به 10 زبان خارجه. از همه شما دوستای گلم دعوت میکنم که به کانال تلگرام من وارد بشید و در اونجا شما عزیزان میتونید که اطلاعات بسیار مفیدی رو در زمینه آموزش زبانهای مختلف به دست بیارید.